درود به شما بینندگان عزیز در استودیو برنامه نوبتی احساس افکار و رفتار. من هستم مریم دولتاوا در خدمت شما و همکار گرامی من محمود کبیر. امروز یک موضوع داریم که بازم چرخ میزند اطراف علم. ما در یک از موضوعهای گذشته درباره علم، موقع اون در زندگی و جنبه های علمی معاصر بعضی چیزها را گفته گذشته بودیم و امروز قرار دادیم که اطراف یکی از علم هایی که امروز واقعا با نام نو در جهان امروز ظهور کرده است و بروند تمام زندگی جامعه تاثیر خود را دارد با شما صحبتی داشته باشیم. این موضوع موضوع پسیخوسوماتیک است. از بس که موضوع نام موضوع اصطلاحی است اندک شرح میخواد. میخوام برای شما بگم که پسیخو این معنی از ترجمه اگر یونانی بگیریم این روح است، روان است، سوماتیک، سوما، جسم است. یعنی پیوندی روح و جسم. چگونه ظاهر می شود؟ چگونه صورت ها دارد؟ چگونه شکل ها دارد؟ پسیخوسوماتیک امروز یکی از بخش های علمی طب است و در داخل خود هم پسیخولوژی را در بر می گیرد، هم پسیخوتراپی را در بر می گیرد و هم اون بخش طب را که به جسم انسان سر و کار دارد. یعنی پسیخوسوماتیک یک علمی بینی است که دو قسمت وجود انسان هم روح، روان و جسم او را به هم پیوست میکند. زیرا ما عادت کرده ایم که وقتی که طب میگویم معمولا گپ درباره جسم ما میرود. وقتی که ما روان میگویم گویا با این مسئله تنها روانشناسان باید مشغول شوند، ولی این علم این دو بخش رو به هم پیوست کرده است و امروز در روزگار هر روزه ما در همه جا میتوانیم با تکیه به این علم به سوال های خود جواب یابیم. از این رو خواستیم یک برنامه خاصه داشته باشیم که به شما بینندگان عزیز درباره چی بودن پسیخوسوماتیک بعضی اطلاعات ها رو داده توانیم. خیلی خوب قید کردید. در حقیقت وقت و ساعت و زمانی اومده است که یک دیدی ریفورموی در استراتژی طبی هم داشته باشیم و هنوز از سالهای 92 عصر 20 وزارت تندرستی و حس اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان به این مسئله توجه خود را زیاد کرده بود و با کشوده شوی مرکزهای طبی خلقی، مرکزهای طبی شرق، مرکز های گویم که روان شفایی و در بخش روان پزشکی هم یعنی پسیخیاتری کشوده شدن سمت های روان شفایی و آموزش آنها و در این سمت ها متخصص تهیه کردن، این نشان داد یان بود که هنوز از خیلی بر وقت به این چیز دقت داده بودند و این چیز بهوده نبود دقت، چون که وقتی که سال های 92 حکومت شورا برهم خورد و مناسبت های اقتصادی و مناسبت های گویم که از آن جمله طبی اقتصادی که در بین جمهوری گویم که جمهوری های سابق شوروی مشکل که شد، برای همین دکتران که با مثلا داروها عموما مردم رو تبابت میکردن، در وقتی که دارو دسترس نبود یک متحیر شده بودند و خیلی هم که روحهای دیگری حل کردن این مسئله ها رو هم جستجو داشتند و در این حالت ما دیدیم که چطور از بین مردم برای جبران کردن این رسایی کمک طبی طبیبان خلقی ساحه‌های گوناگون، چی طبیبان خلقی روحی، چی طبیبان خلقی گویم که مادی یعنی با گیاه تبابت میکردگی زیاد شدن گرفتن و باز سری وقت متخصصان این ساحه کسانی که مسئول بودن این سمت رو هم گرفتن و تنظیم در آوردن و اون در زیر یک چارچوبه قانون فعالیت خود رو شروع کرد و البته در این سال ها مشاهده متخصصان عالمان این ساحه نشان داد که در حقیقت آن دیدی طبی که عالمان ساحه طب داشتند در مسئله با وجود آمدن بیماری ها از چهار عامل، عامل های جسمی، عامل های اجتماعی، عامل های ژنتیکی ارثی و عامل های روانی درست بوده است، چون که در وقتی که بسرانجامی ها
در جمعیت باشد، آن وقت بیماری های روانی زیاد می شوند. و چی طور بیماری های روانی به جسم انسان تاثیر می رسانند؟ یک سمت نوی که حالا خیلی جوان است در تیپ پیدا شد که این رو خیلی شما قید کردید، پسیخوسوماتیک می گویند، که البته روان و تن، روان انسان به جسم انسان خیلی تاثیر می رساند و همین مکانیزم ها آموخته شدند. و برای همین فهمیدن که اول یاد داشته باشید بسیار چیزهای دکتری رو وقتی که با سخن تبابت میکردن، وقتی که مثلا تبابت های انرژتیکی بیوتراپی میکردن و دیگر تاثیرات هایی که در بین خلق بود، آنها رو با یک نظری گویم که باقی مانده های دوره های کهن و دوره های پیش مینامیدن، یعنی که اینها رو یک چیزهایی که از عقل بیرون یا که از دوره عقلی بیرون میکردن. ولی حالا آموزش های آخر های عصر 20 و اولی به عصر 21 دانشکده های مخصوص در این ساحه نشان دادن که در حقیقت سخن تاثیرات عجیبی داشته است، در حقیقت احساس انسان تاثیرات داشته است با جسم او و این بواسطه گرمان های گوناگون میشده است. در واقع چنین است. اصلا سیخاسامت که خودی نام همین علم نو است، ولی خود علم در تاریخ اگر طب مو و طب خلقی رو اگر به خاطر بیاریم نو نیست. به خاطر میاریم که زمانی در از قصه‌ای که درباره ابوعلی ابن سینا است، در شهر وبا اومد و وقتی که سینای بزرگ در اون شهر گذر میکرد، گفت که در همه جا بزم بیارید. مردم گفتن که در شهر وبا است، همه جا پر از مرده است، همه خانه ها پر از جنازه است و ما چخیل مردم هم داره میتوانیم که بزم آره. گفت که اگر خواهید که از وبا باقی مانده مردم نمرند، بزم بیارید. یعنی با واسطه خورسندی کدام یک قسمی جسم رو، پسیخیکا رو خوی میگردونیم و ترس وبا، ترس بیماری میتواند از بین رود. و لطیفه هم هست، حکمت عمیق‌ترش هم هست که در یک شهر وبا میآید و حضرت عزرائیل میگوید بعد چند وقت میگوید که وبا باید تو باید اینقدر مردم رو میکشتی، ولی مقدار کشته ها خیلی زیاد شد. میگه که من آنقدر شما گفتید همون قدر در نظر داشته باشید، همون قدر بمرید، باقی مانده از ترس مردم. یعنی ترس که ما درباره آن در صحبت های پیشتر گفته بودیم، شاید در بعضی موارد ها باعث سرزدن این نوع بیماری هم شده تواند. مثلا زمانی بود که تیب این رو قبول نمیکرد، ولی من در مشاهده های خودم میدونستم و در صحبت های دانشمندان مردم میدونستم که بیماری زرپروین از ترس سر میشود. اگر انسان چند روز پیش سخت ترسیده باشد، اون ترس نبرآورده باشد، در ارگانیزم همون چیزی که شما گفتید گرمان ها رد و بدل میشوند، حالت ناگوار با وجود میآید و جگر که یکی از عضو های خیلی نازک است، شاید او ضرر بیشتر میگیرد در همون مورد. شاید حالت ها گوناگون میشوند و شاید در حالت های هستند که محض جگر آسیب میابد و کاری ویران میشود و در نتیجه انسان گرفتار میشود به دردی گیپاتیت درجه اول که پیشتر بود که نمی گفتن حضور گیپاتیت شکل خیلی گوناگون دارد. همون دوره زرپروین که خیلی بیمار معمول است و زود شفا یابنده هم هست. امروز شکر خداوند ما داروهای زیاد داریم، ما اصول های پرهیزی زیاد داریم، حتی با واسطه گیاه‌درمانی هم خیلی سبک این بیماری رو می توانند حضور تبابت کنند. و یکی از سبب هاش و پیشتر در طب مردمی دانشمندان میگفتن که از ترس میتواند شود. و بسیار بیماری های دیگر رو هم معمولا با ترس پیوند میکردن، ولی یک بیماری های دیگر هستن که ما اون رو با غم پیوند میکنن. مثلا آدمی که خیلی غم زده است در یک دوره اول حس نمیکند، بعدتر به این اون بیماری گرفتار میشود که امروز علمی امروز اون رو دپرسیا میگه. میگه که وقتی غم زدگی رو هفتادگی دپرسیا میتواند آغاز بیماری های زیاد باشد. یعنی زمینه های این علم خیلی پیشتر بود و امروز در عصر ما این علم شکل گرفت. در اون شکل پسیخوسوماتیکا با این نام اعتراف کرده شد از جانب علمان و اولین مشاهده ها رو در این سمت روانشناسان وارد کرده بودند، زیرا آنها هیچ در روند کارهای خودشان، در روند تحقیقاتهایشان، در روند مشاهده روند اصلاح شدن بیمار، صحت شدن او، این چیز رو دیده بودند که مثلا کدام احساسات، کدام فکرها، کدام اندیشه ها، کدام بیماری رو با وجود می آورد. و امروز
روانشناسان بزرگ جهانی هر کدوم اونها یک سخیمه تبلیغی خودشان رو دارن، یک جدولی دارن. وقتی که اگر هر نفر ما اگر خوشمند داشته باشیم، امکان با اینترنت سر زدن داشته باشیم، میتونیم وقتی کلمه پسیخوسوماتیک رو اونجا میزنید، اینجا سوال پیدا میشه که از اون کی؟ یعنی چندین روانشناس از روی مشاهده های خودش این چیز رو جدول رو ساخته است که کدام فکرها، کدام احساسات، کدام بیماری رو با وجود می آورد. و پسیخوسوماتیک که پیش از همه مهم بودنش در اون است که ما رو آگاه میکند که اگر ما به قدر جسم خودمون رسیم، ما باید در مسئله احساسات خودمون، در باره افکار خودمون نیز با احتیاط باشیم. یعنی این دو چیز از همدیگر جدا نیست. بعضن ما گمان میکنیم که آدمی که این چیز رو خبر ندارد و گمان هم میکند که اگر از چیز ترسیدم، جای رنجیدم، با یک کس گپم گریخت، این به سلامتی چی دخل دارد؟ ولی امروز مشاهده ها خیلی معین کردن که رنجش هایی که سر وقت هضم نشدن، سر وقت بخشیده نشدن، مثلا در حالی که با یک کس مناقشه گر می شود، اگر انسان خودش عملیاتی در دوام 3-4 روز اگر که این مسئله از بین برداشته نشود، آدمان اشتی نشوند، رنجش ها در داخل مونند، سبکترین دردی که پیدا می شود این زکام است. درد گلو، ریختن آب بینی، زیرا وقتی که آدم دلش را خالی کردن نمیتوان، در داخل اشک هایی که باید میریختن جمع میشوند، آنها با وسط آب بینی میریزند. زکام است، مثلا درد گلو هست چی سر میزند، اون چیزی که باید میگفت، اراده افاده نشده و گلو در نتیجه زیر فشار سخت قرار میگیرد و خانه این باعث می شود که آدم به درد گلو گرفتار می شود. و زکام یک بار هم گلو رو در بر می گیرد و هم روی نفس رو، بینی و چشم، و در نتیجه این آدمی زود با این واسطه از همون جسم خودش رو آزاد میکند، از همون رنجش، همون احساسات منفی که در ضمیر انسان جمع شده بود. چون این است البته بسیار شرح خوب و باز اگر چخورتر این مسئله نگاه کنیم، در حقیقت عامل های روانی بسیار نقش مهمی بازند در بیمارشوی انسان ها. مثلا از یک چند بیماری رو میگیریم که بیماری ها در جمعیت ما بگیم که بسیار تروا میخورن. مثلا یکی از این بیماری فشار بلندی است، یا که بیماری دیگر گیریم بیماری استون مهره که بعضا تا گویم که چوره استون مهره، یعنی گریجه که میگوین، تا مثلا سست کار کردن دست و پا، یک بیماری دیگر گیریم این سکته دل، این فرقی که میگوین، یا که مثال بیماری دیگری که مثال بسیار در گویم که جمعیت ما هم دیده می شود، چون که ما مرکز های اورولوژی، یعنی بیماری های گرده، بیماری های اخراج که در آنجا هم جنسیت داخل می شود، هم بیماری های گرده و هم بیماری های گویم خیچک داخل می شود و بیماری های زنانه مردانه و بیماری دیگر البته بیماری قند، یعنی که و در اینجا هم می تونیم بگویم که بیماری های آنکولوژی، یعنی که بیماری هایی که سرطان به وجود میاد. ما میخواستیم که بعضی چیزها در این مسئله شرح دهیم که در برابر اون که البته عامل های گوناگون هستند، شرایط هست گویم که عامل های اجتماعی، عامل های جسمی هستند، این یا آنها حالت های گوناگون در بدن میزند و گویم که به بیماری ها مبتلا میشد. نگفته نماند که بیماری هایی که مثلا نامبر ما کردیم، اکثر اینها اول سر می شوند از اون که حالتی روانی انسان گویم که یک میزراب باشه گم می کند. میزراب با ما چخیل فهمانیم، میزراب با روسی نسترویکه می شود و ما می دونیم که در خود تلویزورها ها بسیار اپراتورها ها یک مخصوص تکمچه های هستند که در زیر کردن آنها همون افتا پویسک افتا نسترویکه خودش گویم که میزراب می کند، با همون موج های لازمی، با چیزهای لازمی نکی راست می شود. یا که حافظان رو می گیریم که پیش از سرود خواندن آنها اول همه از بابهایی گوییم که میخواندگی سرود میخواندگی خود رو درست می کنند. یا که یک کلمه دیگر است در مردم تاجیکی ما می گویند که ناجور شده است، یا که مزه گریخته است. یعنی که همه این
نشان دادی آن است که تاثیراتی اول پیش از اون که انسان کسل شد، حالت های روانی، حالت های احساسی، حالت های فکری آنها بحران می شد. و مثلا مشخص و کنکریتی معلوم است که چرا انسان می تواند به بیماری مثلا فشار بلندی گرفتار شد. سبب های فشار بلندی این، اگر عامل اجتماعیش مثلا کاری بسیار باشد که در اون وقت پروسسی مثلا دمگیری روش های دمگیری روش های گویم که اون کمتر باشد، چیز روانیش این یعنی که همه مسئولیت به دوش خود گرفتن است، کم شعور کلکتیوی را جمعیتی را استفاده بردن است و از احساسات منفیش این نارضا بودن است. وقتی که انسان از واقعه های اطراف خود نارضا میشه و همزمان دعوا دارد و البته میخواهد که یک عدالت رو میخواهد، یک چیز رو برقرار کند. یعنی که این سبب اون میشد که مثلا مشکل میآید چون انسان رو مسئولیت زیاد به گردن گرفتن، باور نکردن به گویم که کسانی که زیر دستان او هستند و در خانواده هم به فرزندان باور نکردن این یا آن کار رو، در جای کارها هم و نارضا بودن از اون روش های کاری که در همون چیز بگویم که جای مکانی که زندگی میکند فعالیت میکند نسبت به آنها یک نارضایتی داشتن. همه این سبب اون میشد که در معنی سر مرکزی هست که بگویم که خود تنه ما در هفت زینه اداره کرده میشد. این خود عضو میتواند که خودش بگویم که با دارو و گرمان های خود با گویم که قوه های داخلی خود میتواند که خودش رو تنظیم به تنظیم بیارد، یعنی که حتی گویم که چیزهای ژنتیکی که در درون هر یک جای هست. دویم گویم که زینه این زینه زنجیره های سیمپاتیکی هستند و سیم زینه این خود استونواره است. چهارم زینه در گویم که مغزی در روز رویه اداره می شود. پنجم زینه این در گویم که مغز ما بینی یا اینکه هیپوتالاموس. ششم زینه مغز راست، نیمکره راست و هفتم زینه مغز نیمکره چپ. این در هم زینه مانند که یک خانواده در محل و در ناحیه و در ولایت و در مثلا سطح جمهوری اداره می شود، همین طور در ارگانیسم ما هست. یعنی کن تصور کنید که وقتی که عضو شدت می گیرد، اون سبب اون می شود که یک قسم از معنی سر که آن را قسم سیمپاتیکی می گویند انگیزه می یابد و انگیزه او سبب اون می شود که آن عضو با سرعت کار می کند و از آن جمله ما می گیریم مرکز نظارتی گوییم که همون کاواکی رگ. و وقتی که اون مرکز انگیزه یافت رگ ها رو تنگ می کند. وقتی که با رگ ها با وسته چی ادرنالین چی داروهای دیگری گرمانی و چی بی‌واسطه فرمان خود معنه سر که سبب با قوت‌تر و نقص‌تر و شدتناک کار کردن، این سبب اون میشد که میتواند که فشار بلندی بیارد. و البته فشار بلندی میتواند از حساب گرده ها باشد، جنجال بین عضو ها، فشار بلندی میتواند باشد از حساب حجم بسیار خون، فشار بلندی میتواند باشد از حساب گوییم که مقابلیت رگ ها، از حساب مثلا گوییم که سختی کاری شدتناک دل، اصاب می تواند که خودی عضو های مثلا گوی مشک های گردن یعنی که استیوخندروز می تواند، اصاب عصب باش می تواند، اصاب دیگر بیماری های گوناگونی که سبب های گوناگون می توانند به این آورده رسند. ولی اساسی کار این حالت روانی انسان است که سبب انگیزه یافتن مرکز اداره کواکی مثلا رکا میشد و دیگر بیماری ها هم همین طور در دل بودنش ممکن است و همین طور میتواند که در غدد زیر میده آن حجره های لنگ انگرسه که انسولین حاصل میکنند و همین طور میتواند در آن رکچه های میده ای که تارهای عصب را خون میدهند، تارهای عصب را گردش خون را درست میکنند، یعنی که آنها که کپیلر هستند فشرده خوردن خون که نرفت آنجا آنها از نمک از کلسیم مگنیو دیگر نمک هایی که هست ابلیتیراسیون یعنی که پور کرده میشند. یعنی که در اینجا نشان دادی آن است که هرچند که یک کم هم نباشد ولی نهایت مهم نقش می بازد عامل روانی در پیدا شدن بیماری های گوناگون و البته احساسات منفی سخت گوییم که
اون قدر منفی سخت در انسان پیدا میشد که سببی قوتناک شد، قوت گرفتنی حجره های گویم که آنکولوژی که رکه و کلیتکه میگویند که در وجود انسان گردش میخورند و سوس شدن ایمونیتت از حساب استرس های زیاد هم بیماری های انفکسیونی همینطور انگیزه میابند. ایمونیتت مسئولیت که سوس شد که مانند اون است که هر روز ما در کوچه ملیسا و مثلا کارمندوری به خطری رو میبینیم که امنیت مردم رو تامین میکنند، همینطور در سرشت انسان است. تصور کنید که نبودن کارمندانی مثلا به خطری بچه آورده میرساند و همینطور در سرشت انسان است. برای همین دقت دادن به روانشناسان، دقت دادن به کار روانشفایان، روانپزشکان، دکترانی که این ساحه رو درست میدونند و علم مثلا روانشفایی رو، شناسی رو در جمعیت بگویم که استفاده بردن از قوایان سببی برهم خوردن بسیار مثلا ناراحتی های سلامتی می شود. واقعا چنین است. من به خاطر می آورم دوره زمان شوروی رو که بسیاری رو به حسرت به خاطر یاد می کنم که اون زمان بیماری ها کم بود، واقعا کم بود. درست. و وقتی که با علم پسیخوسوماتیک رو می آوریم اینجا سبب هاش هم پیدا می شد. زیرا دوره شوروی چی داشت؟ اعتدال داشت. یک چیزی، یک تنظیمی بود که مثلا یک نظام معینی پابرجا بود که مثلا هر کس میدونست که در دوام ماه چیکار میکند، در دوام هفته چیکار میکند و تخمینا کدام روز ماه نموزش رو میگیرد و بعد روزگارش چقدر تقسیم میکند. یعنی نویگری در روزگار خیلی کم بود و آدمان تا اندازه از نگاه روانی آرام بودند زیرا غمی پگاه رو نمیخوردند. ولی این گونه معتدلی اگر از یک طرف واقعا باعث آرامی انسان باشد، از طرف دیگر باعث زنگ زدن انسان میشد. میدونیم که آدمی زاد وقتی رشد میکند که از پیش یک وظیفه های تازه داشته باشد، اون وقت هم معنا، هم عقل، هم ذهن برابر به کار میدارند و انسان روح های دیگر رو پیدا میکند. عباره است که گویا که آدمی امروزه تنها 5% یا 7% معناش رو استفاده میبرد و اگر آدم در حالت دائمی اعتدال باشد شاید 1% هم استفاده نبرد. زیرا تو ضرورت نباشد ما معنا رو استفاده نمیبریم. و امروز ما در زمان زندگی میکنیم که هر روز ما باید برای زندگی پگاه همون یک اندیشه داشته باشیم. چرا ما در این حالت امروز قرار داریم؟ زیرا تقدیر خداوند شور کیهان وقتی با ما میشود که ما هم با او باشیم. این چه معنی دارد؟ وقتی که ما قوه داده طبیعت رو استفاده نمیبریم ما خود به خود زنگ میزنیم، ما پیش رو پیش نمی رویم و جامعه هم پیش نمی رود و نسلی که از روی منطق زندگی، از روی قانون زندگی هر یک نسل از نسل پیشینه خیلی باید پیش روتر باشد. اگر حالت اعتدال دائمی باشد، ضرورت تکوپو نباشد، ضرورت تلاش نباشد، انسان پیش رو نمی شود و نسل بعدی هم پیش نمی رود. و امروز ما نتیجه این رو می بینیم. ما امروز می بینیم که کودکان ما، کودکان امروزه ما، کودکان 8 ساله و 10 ساله ما نظر به کودکان 8 ساله و 10 ساله 20 سال پیش، 25 سال پیش خیلی رشد یافته هستند. عقل دیگر دارند، مناسبت دیگر دارند، جسارت دیگر دارند. ولی در حالت دیگر هم هست که اگر که ما این وضعیت امروزه رو، ارزشش رو، رسالتش رو درک نکنیم، مناسبت ما همیشه مناسبت حراس‌آمیز، مناسبت ناآرامانه است. ما با زندگی خودمون بهای منفی میدهیم، میگم که این خوب نیست که من نمیدونم که پگاه چی کار میکنم، این خوب نیست که من نمیدونم که مثلا بعد یک ماه مزد من چقدر میشه و کم میشه یا زیاد میشه، این خوب نیست که من نرخ بازار رو نمیدونم که بعد یک ماه دیگر میشه یا زیاد میشه، کم میشه یا زیاد میشه. و وقتی که ما به این چنین بها میدیم، نه همچون به واسطه رشد، نه هم به زینه که ما رو به بالا میبرد، بلکه به چیزی که ما رو به تهلکه میاندازد ما رو همیشه سرکار میکند. اگر نظر ما چنین باشد، مناسبت ما چنین باشد، طبیعی است که ما همیشه در حال استرس هستیم. استرس یک نمود تهلکه دائمی است که پگاه چه میشود. اینجا یک چیز دیگر خیلی مهم است که ما گفتیم مناسبت ما به شور کیهان. و اگر که ما این رو به خاطر بیاوریم که هرگز شعور کیهان به بنده ها اون چیز رو نمی دهد که به ضرر او باشد، یعنی باور کنیم به عالم خودمان که هر چیزی که هست تنها به منفعت ما است. یعنی ما باید طرف مثبتش رو همیشه دیده توانیم، آنگاه مناسبت ما به همه نویگری های زندگی چون به چیزی نو می شود، چون به لباس نو می شود، چون به روز نو می شود.
و این استرس ها از بین می روند. علم پسیخانسیماتیکا در همین مسئله بسیار چیز رو کشف کرده است. و او همیشه پسیخالوگ هایی که از این سمت کار میکنن همیشه کوشش میکنن که مناسبت انسان رو به زندگی دیگر کنن. خود زندگی رو دیگر کردن کار آسان نیست. ولی ما مناسبت خودمون رو به زندگی دیگر کرده میتوانیم. و از این رو اگر که به این چیز اهمیت دید بدونید که احساسات مثبت شما در همه حالت حامی شما هستند، سپر شما هستند، کمک رسان شما هستند، هادی شما در زندگی برای سالم بودن و خوشبخت بودن هست بودن. ما میتوانیم احساس مثبت رو همیشه خودمون حاصل کنیم. احساس منفی مثلا چی میتید؟ حتی یک مثال خیلی عادی، آدم دستر چیزی به شدت میوید و همون لحظه اگر یک اونجاش دردناک باشد و از نگاه عصب به شدت میوید و میبینید که میگه که پایم درد کرد. بعد میگه که از همش از عصب است. واقعا از عصب است. چرا پای درد میکند وقتی که عصب نارم است؟ وقتی که ماینه در شدت است. زیرا تمام اون غذاهایی که برای ماینه لازم است هنگام شدت و تیزتر غذا میگیرد. همه کلسی، مگنی، هر چیزی که برای کار ارگانیزم لازم است عصب ما زیاد به ماینه لازم است. و جسم خودش خیلی در این مسئله تنظیم کار است. از بس که ماینه از عضوهای صدر است، حق زیادتر دارد. او همه را تنظیم میکند در هنگام ضرورت لازم باشد. اگر همه چیز رو از عضوهای دیگر کشیده میگیرد، از پیش اصلا از استخون کشیده میگیرد، زیرا اونجا یک دپوی معینی هست، در اونجا بیشتر است همین چیزو. و پیوند است، این همون پیونده که گفتیم پسیخوسوماتیکا. من سر و سیما فکر کردم، من تشویش کشیدم، من به تهلکه گرفتار شدم و برای چی باشد؟ درد پو سر شد، درد دل سر شد یا کدام یک عضو دیگر. زیرا در همون مورد این کدام عضوی که از او بیشتر گرفته شد، اگر جسم خودش از این چیز سیراب نباشد، برای مثال از مگنی یا از کلسی سیراب نباشد و قدی ضروری نداشته باشد، وقتی که ماینه کشیده گرفت، آن عضو البته کمبود میکشد و در نتیجه سر میشود درد. مثال بسیار روشن است، مثلا دوره حامله داری زنان است. در دوره حامله داری چی میشود؟ اون طفلی که در بطن مادر است، همه این یک الیمنت ها رو کشیده گرفتنش لازم است. و به واسطه اونها رشد می‌یابد. ما می‌دونیم که در ارگانیسم انسان تمام تبلیغات مندلیف است. و هر چیزی که به او لازم است، او از جسم مادرش می‌گیرد. و مثلا رگ‌کشی پو برای زنان حامله دار یک چیز عادی است. چرا پو رگ می‌کشد؟ باز هم برمی‌گردیم به همون کمبود کلسی. وقتی که مویسر کودک می‌روید، وقتی که در جسم به استخوان‌هاش صورت می‌گیرند، و از ارگانیسم مادرش نه ولی وقتی که کمش یا بجا میشود ریشه های دندون دندون نیست ولی ارگانیسم از دندون ها از استخوان مادر کشیده میگیرد برای کودکش. و در حالت هایی که ما خودمون حتی این مثال زن حامله دار است، ولی انسان های دیگر هم در حالت حامله داری نه، در مثلا مردو می توانند به همین حالت گرفتار شوند وقتی که ماینه آنها در حال شدت دائمی قرار دارد. چنین است البته نکی نقشی گویم که روان نقشی تاثیرات های عامل های روانی این احساس انسان است، خیال انسان است، فکرهای او هستند، تصورش هست، دقتش هست، خاطرهش هست، گویم که باوریش هست، گویم که ارادهش هست و هکذا اون فعالیت هایی که معنی سر میکند. و بسیار عجیب باشون که وقتی که روشن شد که عامل های روانی به انسان میتوانستن تاثیر کنند، اون وقت یک سمتی نوی در طب پیدا شد، خیلی گفتیم پسیخوسوماتیکا، و از اون بر اومدن دکترانی که روانشناس هستند، یکی ورچ پسیخولوگ، دکترانی که با روان تبابت میکنن، روان شفا یا که پسیخوتراپیست و روان تحلیلگر، گویم که گوناگون سمت های دیگری که در همین پیدا شدند و خیلی این سمت ها زیاد هستند، روشن شدند به گویم که هم اهل علم و هم جمعیت هم مردم که ممکن بوده است با تاثیرات های روانی انسان را یعنی به تبابت کرد و اون به شرایط های شفا را در او مهیا ساخت. برای همین یک سمت مهمی که در تاجیکستان فعالیت میکند که اون را ما به دوش داریم، این سمت روان شفایی است و خیلی همون در این مدت خیلی زیاد که ما فعالیت کردیم، 20 سال زیاد از 20 سال فعالیت کردیم، توانستیم که یک سیستم خوبی روان شفایی بسازیم و اون را در برابر علم های دیگر گذاریم و شاگردان خیلی خوبی هم تیار کردیم که در این سمت کار میکنند. ما فکر میکنم که آنها البته از عهده این میبرند و آنها با شاگردان نو تیار میکنند. و من یک چیز میخواستم بگویم که
اگر از روی آمار بگیریم 70-80% بیماری ها این بیماری هایی هستند که عامل های روانی دارند. برای مردم بعضی حالت خواه باور میکند خواه نمیکند از خدمتی مثلا روانشفایان یا روانشناسان خلقی استفاده میبرند. برای کم بودنی مثلا روانشناسان متخصصین ساحه، روانشفایانی که در این سمت کار میکنند، حسابیان که اینها کم هستند و از در حالت نیافتنی آنها یا که متدولوژی اسلوب های گوناگونی تبابتی دارند که شاید به بعضی ها مقبول نشود، آنها مجبورند که به خدمت بازار سیاهی روانشناسی رو بیاورند. برای این حالت البته خلق ما خیلو بگویم که مجاز طبیبی دارد و در نهاد و در یعنی که خصلت و در بگویم که سیتش که گن سینایی دارد، البته می تواند که به منفیت نباشد تاثیرشون، ولی حالا ممکن است که این را در یک چارچوبای معین علمی گذاشت و خیلی هم اساس گذاری تیبی کلاسیکی تاجیک ابو علی ابن سینا در مسئله استرس اون نخلی که گوسفند را در بروسی گرگ میماند و میفهماند در حالت ترس که شاگردش جز جانی است رفتن به شهری که وبا بود میتر ترسید و اگر بی ترسی نرو چرا که بیمار شدنت ممکن است. یعنی که این عامل ها رو خیلی هنوز پیش از سلیه یعنی کشف کرده بود، ولی متاسفانه حساب بیان که علم حالا هم توجهی گویم که بسنده ندارد در ما، سبب بیان میشه که بسیار کارکردهای ما بعد ده ساله ها میبرایند که آن وقت شاید آن تأثیر و اثراتی که حال و رساندن می توانند آن وقت اینقدر رساندن نتوانند. من گفته نماند که علم ما البته باز پرکننده علم های جهانیان است که آن را می گیرند، آمده از ما آموزش می کنند، می بینند، می روند و خیلی خرسندم و شدم که ما یک موضوعی را گفتیم که این موضوع بسیار مهم است در جمعیت ما و توجه دادن به حالت روانی، به حالت گویم که جسم خود و تاثیرات آن با واسطه روان، با واسطه عصب، یک موضوعی است که در این ساحه باید عالمان ساحه گوناگون توجهی به اندازه داشته باشند. بله، واقعا چنون است و از این صحبت خلاصه ما آن بود که با احساسات خودتون، با وضع روانی خودتون با دقت باشید، با غم ها، با افسردگی ها بسیار داده نشوید، زیرا تن انسان خیلی نازک است. بعضا با نظرمون نمیگیرد، خودمون اون رو جدی قبول نمیکنیم، ولی یک اندوه، یک غصه، یک احساسات ناگوار شما اگر در اون درمانید میتواند باعث بیماری های دورمدراز شما شود. و مقصد از این صحبت هم همین بود که بینندگان عزیز ما هنگام در روزگار خودشان از مشکلات نترسند و هر چیزی که از پیش میاد اون رو سبکتر قبول کردن رو ما باید یاد بگیریم و هر چیزی که در اطراف هست اون رو ما تنها وقتی تغییر دادن میتوانیم که مناسبت خودمون رو با اون تغییر دهیم، مناسبت ما با اون مثبت باشد. از همه چیزی که در این زندگی هست، از همه نعمت هایی که خداوند برای ما داده است، از جمله وطن آباد، روزگار آباد، خانواده آباد و طبیعت نازنینی که ما داریم، حلاوت بردن رو یاد بگیرید تا که سالم باشید. چنین بود برنامه امروزه ما در موضوع پسیکوسوماتیکا، یعنی پیوند روان و جسم در سلامتی جسم. و امیدوار هستم که از این صحبت خیلی چیزا برای خودتان گرفتید و در روزگار خودتان شادی ها رو، حلاوت ها رو، احساسات مثبت رو بیشتر و بیشتر میکنید خودتان، زیرا در دست خود شما است. ای غم برو، قصیده سرای تو نیستم، در من چی میکنی که برای تو نیستم؟ واقعا جسم ما برای غم نیست. شاد باشید و همیشه سالم باشید. تا صحبت آینده در برنامه احساس افکار و رفتار.